حمایت اردوغان از لبنان در پی افزایش احتمال جنگ میان اسرائیل و حزب الله. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که کشورش در جریان تنش‌های رو به افزایش با اسرائیل با لبنان اعلام همبستگی می‌کند و از کشورهای منطقه خواست تا آنها نیز از بیروت حمایت کنند. تنش‌های فرامرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته‌های اخیر تشدید شده و نگرانی‌ها از وقوع یک جنگ همه‌جانبه میان اسرائیل و حزب الله بیشتر شده است. حزب الله پس از حمله 15 مهر حماس به جنوب اسرائیل جبهه درگیری جدیدی را در شمال اسرائیل گشود. درگیری‌های مرزی در سراسر مرزهای شمالی اسرائیل منجر به آن شده است که ده‌ها هزار نفر در هر دو سوی مرز خانه‌های خود را ترک کنند. به گزارش رویترز، اردوغان در سخنرانی خود در برابر قانونگذاران حزب عدالت و توسعه در پارلمان گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد جنگ غزه را به منطقه گسترش دهد. اوایل این هفته هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه درباره تنش بین اسرائیل و حزب الله گفت که دولت ترکیه خطر گسترش درگیری را می‌بیند. فیدان در پاسخ به سؤالی درباره تهدید حزب الله علیه قبرس، یک کشور عضو اتحادیه اروپا که فاصله نزدیکی با لبنان دارد، از قبرس خواست که از درگیری‌ها دوری کند. فیدان در مصاحبه‌ای با شبکه خصوصی هابر ترک گفت که ترکیه گزارش‌های اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد قبرس به پایگاهی برای پروازهای نظامی و شناسایی برخی کشورها بر فراز غزه تبدیل شده است. در همین حال نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه چندین منطقه در سراسر غزه را بمباران کردند و گزارش شد تعدادی از فلسطینی‌ها کشته شدند. فلسطینی‌ها از درگیری شدید شبانه در رفح در جنوب نوار غزه سخن گفتند. در غرب رفح شاخه‌های مسلح حماس و گروه همپیمان آن جهاد اسلامی گفتند که اعضای آنها با راکت‌های ضد تانک و خمپاره به نیروهای اسرائیلی حمله کردند. از جمله حملات اسرائیل که منجر به گزارش تلفات شد در نزدیکی اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال غزه رخ داد. به گفته منابع بیمارستانی در روز چهارشنبه حمله اسرائیل 3 فلسطینی را در نزدیکی جبالیا، یکی از 8 اردوگاه تاریخی آوارگان نوار غزه، کشت و تعدادی دیگر را زخمی کرد. به گفته منابع بیمارستانی در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه نیز گلوله باران یک آپارتمان از سوی تانک‌ها دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و چندین نفر دیگر را زخمی کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایش یک شبه نظامی حماس را که در قاچاق سلاح از طریق مرز بین رفح و مصر دست داشتند کشتند. اسرائیل گفت به چندین سایت شبه نظامیان در رفح حمله هوایی کرد. در شمال نوار غزه فلسطینی‌ها از کمبود شدید مواد غذایی و افزایش قیمت‌ها شکایت دارند. مقامات بهداشتی گفتند که هزاران کودک از سوء تغذیه رنج میبرند و تاکنون دست کم 30 نفر از 15 مهر تاکنون جان باختند. از سوی دیگر آسوشیتد پرس گزارش داد که ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فلسطینی که پیشتر تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که به یک خودروی اسرائیلی بسته شده است، تهدیدی برای نیروهای اسرائیلی نبود و در پی تیراندازی متقابل نیروهای اسرائیلی با ستیزجویان گرفتار شد. ارتش اسرائیل گفته بود که آن رفتار مطابق با ارزش‌های آنها نیست.